ارادت دارم خدمت دوستان و سرورمه. خب امشب همونطور که میدونید در قراره که در خدمت چند تن از دوستان گرانقدر باشیم برای یک لایو میزی گرد مانند. سلام، سلام، مخصوصا میدونی خوبی؟ این شب بخیر، شب شما بخیر، انشالله که تندرست باشین و موفق. بذار من یه نکته دیگه بگم که من اینترنت خوبم، امشب وصل نشد، امیدوارم که اذیت نکنه. نمیدونم هر کاری میکنم جواب نمیده. شانس عجیبه. آره نمیدونم والله، امشب با وجود این که چیز کردم وصل آنتنم داره چیزم داره ولی نمیدونم. شاید فقط سلام به علیکم. شاید فقط به یکی از ما تا سرویس بده. امیدوارم که امشب اذیت نکنه اینترنت و بتونیم در خدمت باشیم. هم اول چون دوستای دیگه هم میان، اگه اینترنت هم قطع شد تصویر من رفت، شما کار خودتون ادامه بدیم، به من کاری نداشتیم، با هم حرف بزنیم. خوبی خوبی چند نفره، خوبی لایوهای چند نفره اینجوریه دیگه، دیگه راحت دیگه بقیه میتونن کار خودشون ادامه بدن. مگه میشه هم چی چیزی؟ یعنی شما قطعشین، ما هم احتمالا قطع میشیم تو واتساپ. نه قطع، نه قطع، نه قطع نیست، لابا تصویر هم قطع بس میشه دیگه، چیز نمیشه. آقا اگه سلام علیکی با دوستان داریم بفرمایید تا من ببینم دوستان دیگه کی تشریف میارم. حتما سلام میکنم. بعد از مدت هایی که دیگه من لایو نداشتم، بعد از ماه ها، امشب پیشنهاد خوب شما موضوع کارنوازی و بیجه خانی و حواشیش، امشب دوباره در خدمت دوستان علاقمند هستم و امیدوارم که بحث خوبی بشه و بهره‌ای ببریم هممون، خصوصا خودم. یه نکته‌ای باحالی یادمه که اول که شروع کرده بودی، حالا تا قبل تا دوستان بیام بگم که شما جزو کسایی بودی که همیشه پیگیری می‌کردی و می‌دیدی و اینا، بعدم دوستان دیگه هم همینجوری بودن، همراه بودن، فلان بودن، یواش یواش بعضی رفتن. یکی از اینا پریروز بهم گفت آرش تو هنوز لایو میری؟ گفتم آره. گفت بابا دم خسته نشدی ولش کن، خودو ول نمیگه. بود آقا هستیم داریم دور هم حرف میمون ماندگار میشه و این که لایو هم دیگه سیو میشه خودش یکی از دلایلی شد که بعضی هم میگن حالا بعدا میبینیم، مثل خود من بعد نمیبینن آدم. من اولا که بگم دوستان هنرمند زیادی میان، آقای جمالالدین منبری دارم اینجا هستن و به شما سلام کردن، اینجا آقای جمشید رضایی از لندن حضور دارن که بهشون سلام میکنن. دوستای دیگه من اگر نمیبینم اسامی رو آقای منبری رو من سلام بله بله. کردن، من خدمتشون سلام میکنم و این چند روز هم یه مبحث خوبی رو داشتن توی لایواشون در مورد سنت و مدرنیته که موضوع مهمیه و از منظر خودشون به این داستان نگاه کردن، خیلی هم عالی. من منتظر فرصتی هم که زنگ بزنم در واقع دعوت کنم تو برنامه، افتخار بدن تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم برای موضوعاتی در همین حدود و از موزیسین تحصیل کرده ما. آقای منبری خیلی خوش اومدین، آقای رضایی همینطور و دوستان دیگر. من الان منتظرم آقای وحید بیات و آقای بهزاد لواقی تشریف بیارن. نمیدونم اومدن، آقای لحظه الان دیدم که آقای لواقی اومدن، الان منتظر ریکوست ایشون هم میمونیم. جمشید رضایی هم من دیدم از من بله. دوست خیلی به ما که تشریف دارن. بله عرض کردم آقای جمشید رضایی عزیز، خیلی ممنون، خیلی خوش اومدین آقای رضایی گرانقدر. من آقای لواقی هم دعوت کنم، آقای بیات نیومدن. ما شروع میکنیم، آقای لواقی بیان سلام علیکم میکنم، شروع میکنیم بعد دیگه آقای ایشالا. سلام آقای لواقی. سلام علیکم. من باز خواهی میکنم یه لحظه من تنظیمات درست کنم. سلام بر دوستان. سلام و ارادتمندم، خیلی مخلصم. من منتظر بودم یه چند دقیقه طول کشید تا از بشه در خدمتون هستم. سلامت باشین.
خب سلام علیکم کردی با دوستان دیگه، گفتی سلام بر دوستان و ما پس با شروع کنیم. من فقط منتظر آقای بیات بیان، چهار نفر چهار قسمت مساوی تقسیم بشه خیلی جذاب میشه، ولی آقای بیات رو من ندیدم. اینستاگرام دورانه نشستیم دیگه. بله خب پس من گفتگو شروع میکنم. آقای مهنیا به رسم سن و سال و تشریف آوردن از ایشون آقای مهنیا شروع میکنم اگه اجازه بفرمایید. ببینید من در واقع میخوام اگر بذار من لایو چیزو ببندم، کامنت رو ببندم یا نه اصلا بسته نمیشه. من نمیدونم کامنت چیزی بسته میشه، اصلا رفته این چیزاش. آره یه مقدار شکل شمایل عوض شده ولی شاید جاش عوض شده. اصلا نیست، من نمیدونم کجا زنم. اینجا بود پایین بود، اصلا پایین که جایی که کامنت میخوام بذاری اصلا نیست. بله الان منم پیدا نمیکنم. شاید بنویسن دوستان گرامی، بنویسن این جاش کجاست. من پی... آها این چیزی من پیدا کردم. خب دوستان اگر کسی بنویسه اینجا، چون مثل اینکه آپدیت جدید عوض شده من پیدا نمیکنم خودم. کامنت ها رو ببندم. آقای بیات رو پیدا میکنم. ادمین احتمالاً میتونه ببنده. من میتونم ببندم، شما نمیتونید ببندین آقای دواقی. ولی من شما میتونید ببندید. بله آقای بیات هم دیدم، دعوت کردم ببینم کلید ریپورت شما ما میتونیم فقط ریپورت کنیم. بله بله شما میتونید کامنت. حالا آقای بیات رو من دعوت کردم ببینم وصل میشی یا نه. الان ثابت میشه، الان ثابت میشه که اینترنت ایران از اینترنت آمریکا بهتره، چون آقای بیات رو من زدم وصل میشه. بعید ایرانه البته. مثل ایران نیست. نیست. نه آقای بیات نیست و زدم آقای بیات، الان زدم شما رو بس بشین و همینجور مونده روی ویتینگ. حالا کی میشه؟ خب بذار من گفتگو شروع کنم با دوست گرانقدر. آقای میره در واقع آیا میشه تارنوازان، خب ما تارنوازان بزرگی در دوره های مختلف داشتیم و به خصوص حالا ما مثلا قبل از انقلاب حالا دستان در نظر میگیریم و شروعش، آیا اساسا میشه تارنوازان ایران رو دستبندی کرد و چجوری میشه اصلا دستبندی کرد؟ به سبک و سیاقشونه یا فقط اسمشونه یا نمیدونم شیوه شخصی خودشونه یا دوره تاریخی، چجوری میشه اینا رو دستبندی کرد؟ من قبلش سلام کنم به آقای رواقی عزیز، دوست هنرمند و نوازنده بسیار خوب. ببخشید صدا قطع هست میشه خوبه. اینترنت من خیلی خوبه. آقای مهنیا الان صدا خوبه، الان صدا خوبه. بفرمایید. همین یه سلام علیک دو نفرم با شما کردم و دوست هنرمند و نوازنده بسیار خوب و آهنگساز آقای رواقی که خوشبختانه شیوه آقای بیجخانی هم میشناسن به دلیل آذربایجانی بودنشون یا علاقه شخصیشون هرچه که هست و این بحث میتونه بهتر پیش بره تو این مورد. من میخوام که خیلی سرعت بدیم به بحثمون، برای همین من زیاد از اتاله کلام سعی میکنم پرهیز کنم که وقت زیاد گرفته نشه، اونایی که بعدن خواستن لایو ببینن حوصله کنن. من با چند تا چیز مشکل دارم. اول اینکه اینو سال‌ها هم از هم گفتم هم نوشتم، یک استفاده بیجا از واژه‌هایی که گاهی ترجمه است. مثلا ترجمه واژه اسکول که توی موسیقی ایران شد مکتب، من با این واژه مشکل دارم. توی سنت موسیقی ایرانی هم خیلی سابقه خیلی زیادی نداره. و حالا بدتر از اون این که یواش یواش شیوه‌های شخصی آدم‌ها رو هم به این ترجمه نسبت دادن. مثلا مکتب معارضا لطفی، مکتب جلیل شهناز، مکتب این دیگه وضع رو خرابتر کرد. این واژه مکتب از یه جایی حتی استاد خودم آقای لطفی هم استفاده میکرد، بارها من نقدم رو به ایشون کردم، ولی میگفت استاد ما میگفته ما هم میگیم، ولی من خودم اعتقادی به این واژه ندارم. حتی در شعر و ادبیات که شما این نصیری تخصصتونه، ما در شعر و ادبیات که عنصر مکتوبه واژه مکتب نداریم، یعنی سبک عربی، سبک خراسانی، سبک هندی داریم ولی مکتب استفاده نمیشه.
یعنی ترجمه احتمالا همون اسکول غربیه که شد دیگه. و اینکه برسیم مشخصا به آقای بیگجخانی، من فکر میکنم که بیگجخانی در مکتب تارنوازی ردیف کلاسیک، یعنی من یه مکتب رو رسمیت میشناسم، ردیف دستگاهی ایران که مکتب واقعا، و یه مکتب موسیقی مناطق. اگه این دوتا رو رسمیت بشناسیم، آقای بیگجخانی در مکتب موسیقی کلاسیک ایران نوازنده مهمی نیست، از جهت نه از جهت نوازندگی و کیفیت نوازندگی و سونوریته، از جهت داشتن رپرتوار، تربیت شاگردان و بسیاری چیزهای دیگه. این از منظر من در مورد غلام حسین بیگجخانی. با یک سالها من قطعاتشون رو که منسوب به ایشونه ولی هممون می‌دونیم که خیلی هاشون مال ایشون نیست رو زدم و خیلی هم دوست داشتم و سالها باید زندگی کرد. اما اهمیت آقای بیگجخانی به نظر من در زمان حضورش در حوزه موسیقی ایرانیه، که این برمیگرده اون مباحثی که من قبلا راجبشون صحبت کردم، که موسیقی ایرانی توی دوره دوم و سوم گلها دچار یک افول در ارائه و فرم موسیقی ایرانی شد، و این افول با حضور کسانی ترمیم شد مثل آقای بیگجخانی. یعنی بیگجخانی اومد با سبک و سیاقی که در موسیقی کمی آذربایجان و در سنت اجرایی موسیقی کلاسیک ایران هم سابقه داشت، بیانی رو به موسیقی ایرانی دوباره وارد کرد که این بیان سالها بود از بین رفته بود تا بود، و این باعث اقبال شد بهش و باعث توجه زیادی به نوازندگی آقای بیگجخانی شد. از این آقای بیگجخانی در زمانی که وارد موسیقی کلاسیک ایران شد با آلبوم بیداد، زمان مهمی بود و وجودش خیلی مؤثر و خیلی خیلی تاثیرگذار بود. اما خود غلام حسین بیگجخانی به عنوان نوازنده یا عنصری در کنار علی اکبرخان شهنازی، نی داوود، درویش خان، وزیری، همسال اینا، نه، نوازنده چندان مهمی محسوب نمیشه. آیا واقعا شما در این مورد نظری دارین؟ هیچ کس خیلی مهم نیست هستن کلا در موسیقی، همه برای دل خودشون ساز میزنن کلا، در از یه منظر بخواید نگاه کنید. ببینید آقای مهدی ها درست گفتن، ما هیچ مشکل نداریم اونجا. اول با هنر شما بگیم چون آذربایجانی هست، بعد عیبشو بگیم اگه عیبی بود برعکس نشه. چون امروز سال گرده، در واقع 34 سال گرده جاودانه شدن این مرد عزیز و بزرگ است، به هر ترتیب ما جمع شدیم که مقدار خیلی من فکر کنم تخصصی خیلی صحبت کردن شاید حوصله سرورم باشه، ولی آن چیزهایی که جناب آقای بهشتی ها میگن من موافقم، از این جهت موافقم، در یک مسائلی ممکنه اختلاف نظرهایی باشه، ولی اساسا آن چیزی که منام مکتب هست، ما مکتبی وجود نداره کلا موسیقی، و اگر من بخوام مکتب اسم ببرم، همونطور که آقای مجدی هم گفتن به درستی، یک مکتب ما وزیری داریم، اگر به معنای همون خارجیش باشه که ترتیب و توالی یک قواعد آموزشی است، یک در واقع شاگردان تربیت شده، و از همه مهمتر این سیر تکاملی این در واقع سیر تکاملی هنرجوهاست، پرورش هنرجویان مختلف. در واقع که مثلا شما مکتب وزیری رو نگاه کن، من به عنوان طالب مکتب یاد میدم ازش، من که واقعا این آدم اومد یه مدرسه ساخت، درسته؟ اگه مکتب ما به عنوان سیستم آموزشی صحیح با قاعده با اصول حالا منطبق بر مسائل فرهنگی و قومیتی و همه چیزهای مختلف آن و اصول آموزشی متعارف بر مبانی آموزشی موسیقی امروز جهان
در نظر بگیریم. آقای وزیری فقط تونستی مکتب را. خب آقا حسین قلی و میرزا عبدالله چطور؟ نه خیلی عرض میکنم خدمتون فرق داره. ببینید ما نباید مخلوط کنیم اینا رو. من عرض کردم اگر مطلب مکتب، اگر عنوان مکتب همون جور که گفته شد سکوله، بر اساس سیستم جهانی چیز اصولی هست، آقا نوازنده باید نوت بلد بشه، ارزم بزر شما سلفژ باید بریاد بگیره، هارمونی در سطح خود نوازندگی باید بلد بشه، آن چیزایی که آقای پایور در کتابشون نوشتن در حد متعارفی تئوری بلد باشه، دشیش بلد باشه حتی نه چون این نوازنده مثل مردم یعنی اینا القاب هم مثل شوالیه که فرانسه میده. حالا کاری ندارم. یه موضوع مهمی که اینجا هست اینی که روایتی که آقای فهنام مثلا میده اینا رفتن تو عرصه، چه عاملی باعث میشه که نوازنده در آنتراکت ها در استراحت ما بین سازهاش نذاره زمین ساز همچنان بزنه؟ محمود فرنام میگفت که من میگفتم آقا غلام حسین بس کن دیگه، خسته نشدی؟ چکار داری همه دارن حرف میزنه؟ تمرین میکرد. این نشانی چیه؟ عشقه. من همیشه میگم نوازنده هایی موفقن، آقای بیجه خانی که در 9 سالگی شروع کرد، در 11 سالگی پدرش از دست داد، چه عاملی باعث میشه که این ادامه بده؟ هی بره پیش اون عموش و عموشم فوت کنه، دوباره دستوردار نبود، میره پیش شاگردش، شاگرد باباش، ادامه بده ادامه بده ساز بده. چه عاملی باعث که آدم خسته نمیشه از ساز زده؟ یه عامل، من همیشه به هنرجوام میگم اون عامل شور و شعف اشتیاق کودکان است. آقای لطفی مرحوم یه مصاحبه کرد تو تلویزیون، اومد گفت که میگفت من بچه بودیم با حسین آقای علیزاده میشستیم ساز میزدیم، اصلا فکر نمیکردیم که میخوایم کنسرت بدیم، که میخوایم موفق بشیم نشیم، عاشقانه فقط مضراب میزدیم. همه میدونن این روایت ها. خب بعد از 25 سال این آقا اومده اصلا یه کنسرت داده فلان کرد، اصلا فکر نمیکرد. این شور و شعف میکشونه و اون تراوت در واقع وجودی آدم ها در سازش هم متجلی میشه. تراوت کودکانه عرض میکنم، کودک دیدی صبح پاش پا میشه چششو باز میکنه، دیشب یه اسباب بازی خریدن براش، یه جفت کفش نو خریدن، هممون تجربه کردیم قبل از اینکه چش باز بشه اصلا فکرش میاد، میری سراغش، غذا نمیخوری، هیچی نمیخوای، فقط اسباب بازی تو میخوای، کفشاتو میخوای. این حس در کسانی که من دیدم هفته آقا مسخولامو میگن، مسخولام میگفتن، حالا بشه غلام، غلام اینجوری بود ساز از دستش نمیافتاد، داغون شد، داغون شد ولی سازشو میزد، عشق میکرد. بیوکاغا رو ما رفتیم تو مغازه، توی همون مغازه که داده بودن بهش در مراغه، اواخرم در یه هتلی بود، رفتیم دیدیم میگفتی ساز بزن، اصلا لازم نشون تو تصمیم شروع کرد میزدم بخوندم، حالش هم خوب نبود ولی میزد. اینا عرضم اینه که آن چیزی که این توی موسیقی آیه رواقی، این توی موسیقی محلی، این رسم بیشتر خونیاگران موسیقی محلی همه جا هست. مثلا استاد ممرز اسحاقی، من هر دفعه رفتم پیشش همینجور داشت با من حرف میزد، دوتارش تو بغلش بود، یعنی اصلا امکان نداره بگه، همیشه ساز دستشه. شعف کودکانه است و سلام. شعفه یعنی یه شور و اشتیاق درونیه که این باعث میشه این ساز از دستش نیفته. این یه مسئله است. بعدم که یه جوهر است، یا در کسی هست یا در کسی نیست. آقا بعضی رو گذاشتن بعضی رو نذاشتن، نمیدونم. با خودکشی هم نمیشه که روزی 12 ساز ساز بزنه. ما اینا رو میگیم که الان 4 نفر گوش میدن آقا بفهمن چه خبره.
نری 12 ساعت ساز بزنی. وزیری 16 ساعت ساز بزنی. آه کی گفته میزنی 16 ساعت؟ شما برو بزن که نهار میخورد، که شام میخورد، که تموم میرفت. آخه چه حرفایی میزنی همجوری؟ آقای وزیری ممکن بود یه دوره کوتاهی، آقای مهرنیا ممکن این دوره رو گذرونده، رفته توی اتاق یه 3 ماهی آقا 6 ساعت ساز زده، 8 ساعت ساز زده. یه حرفا چیه؟ شما بزرگترین موزیسین های دنیا رو نگاه کن. آقای برنشتاین اومده صحبت میکنه، میگه که فون کارایان صحبت کردم باش، آقا روزی 3 ساعت کسی بیشتر ساز بزنه؟ هیچ. من میگم مثل که آدمیست که میره باشگاه ورزش میکنه، آقا میگن یه روز ورزش کن یه روز استراحت کن، عضلات میسوزه دیگه. در واقع نکته مهم صحبت های شما اینجا در واقع این بود که اونی کردیم یه جوهره در وجود استاد بیگجخانی بوده که اون جوهره متفاوتش میکرده. جوهره و اشتیاق دو تا عاملیست میشه که میشه بیگجخانی. بیگجخانی در خانواده متولد میشه که همش دوربش تاره. آقا شهنازی در جایی متولد میشه که تو جعفرآباد میرفته موسیقی بوده، اونور میرفته موسیقی بوده، 14 سالش بوده، باباش میگه بابا جون دیگه ردیفا رو تموم کردی، خوش به حالت دیگه، بیا بر جواب آواز داده به جناب دوامندی در 14 سالگی. خب اینا جوهر هست. منظورم اینه که عاشق باید باشید، باید عشق بورزید، مثل کودکانه سر بزنید، نگید که آقا من باید روزی 2 ساعت تمرین کنید. باید تمرین کنید، نمیتونید به اجبار شما رو چیز کنید. شما باید درونن اون چیزو داشته باشید، گرایش داشته باشید. اینا میشه شهنازی، اینا میشه بیگجخانی. آقا بیگجخانی اگر خاص میزد، شهریار تعبیر قشنگی داره، میگه که وقتی ساز میزنه صدا آرشست انگار میکشه این آدم، میگه مزراب نقطه است، مثل نویسنده نقطه میزنه سخته، ولی آرشه آرشت آرشه رو قدیم میگفتن به صدای ساز ریزای آقای درویش خامس از دور میومده، اینجوری بوده یه نفر. بعد این آرشه خیلی حرفه، یه نویسنده یه شاعر داره این تعبیر رو میگه، یعنی اون لطافت اون. از کجا میاد؟ از عشق میاد، از منبیات درونیش میاد. این آدم تند حرف میزد، آقا شیوه اینجوری درست میشه، تند حرف میزد. آقا بیگجخانی حرف میزد، بعض وقتا متوجه نمیشدی مثلا الان من حرف میزد، نه که تنده. اینا هم مسائل خیلی صحبت هست، حالا با پرکنده گفتیم که زمانمون یه ساعت گذشت. آقای مهرنیا با باید 8 ساعت صحبت کنی، 8 ساعت دمید مسائل کلا صحبت کنی، انگار جمع شده همه چی. امیدوارم خیلی زیاده. حالا دیگه ما خیلی تمرکزمون برای اینکه بچهای هنرجو هم یه چیزی دستگیرشون بشه، همین این مطالب مهمه که چطور تمرین کنی و با چه کیفیتی. این آقای رجبی هم میگه، میگه با کیفیت تمرین کردن مهمه، نه کمیت 10 ساعت تمرین. حالا موضوع بیگجخانی و یه تیفی که بیگجخانی شد نماینده اون تیف به عنوان نوازنده های مردمی، عبارت خوبیه به نظر من. حتی لطفی در یه مقاله تلاش کرد این واژه مطربم بهش قداست بده، چون منفور بود از طرف جامعه سنتی و جامعه مذهبی. این واژه هم که به نظرم بسیار واژه زیباییه، سعی کرد لطفی توی مقاله‌ای که ای کاش من هم یک مطرب بودم در واقع بهش جایگاه واقعی شو بده. اینکه ما دو طیف داشتیم و بیگجخانی که ما الان داریم راجعش حرف میزنیم نماینده اون طیفه که تعدادشون هم خیلی زیاد بوده در هر شهری. من پدرم و مادرم تعریف میکردن در همدان که یک عزیزخانی بوده، یهودی هم بوده، این گفت مثلا تو عروسی ها که ساز میزد کسی نمیتونست یه جا بشینه یا کسی نمیتونست به ساز این گوش نده، انقدر زیبا و دلنشین و جذاب ساز میکنه. ولی اینا بر اساس اتفاقی که تو سیستم شهری و مدرسه ایران افتاد، اون دستوراتی که از طرف حکومت اومد، و حالا اینا یه بحث جامعه شناختیه که موسیقی رو سعی کرد بهش شأن و جایگاه نابرابر بده. اونی که توی مدرسه درس میکنه موسیقی غربی کار میکنه جایگاه بالاتری داره،
یواش یواش مامونی که چه میدونم موسیقی بدون نوت کار میکنه و تار میزنه مثل بیگ جهانی جایگاه پایین تری و این طبقاتی کردن از جهت فکری و فرهنگیه این بدنه جامعه باعث شد ما از دست بدیم به نظرم حتی یه بخشی از این نابغه ها رو. یعنی اگر بیگ جهانی تو اون شرایط محیطی زندگی نمی کرد ای بسا می توانست یک شهنازی دیگه ای بشه، چرا نشد؟ توانست آهنگساز برجسته ای بشه، اگر نیاز نداشت هر شب تو عروسی ساز بزنه می تونست خلوت هایی داشته باشه که آهنگسازی بکنه، چرا باید قطعه ایرانپور و شهنازی و نیداوود و اینا رو بزنه؟ که البته چقدر خوب که زده، یعنی ما یک روایت دیگه ای از اون قطعات رو حالا داریم، جذابتر، زیباتر، شیرینتر و ملیحتره، اما خودش هم حتما میتونست این جایگاه و پایگاه رو داشته باشه. منظورم اینه که این جداسازی از جهت فرهنگی هم نقص جامعه بود، جامعه سنتی فناتیک تا حدودی که به موزیسین به چشم خوبی نگاه نمی کرد و این موزیسین دو تا چاره داشت، یا توی عروسی ها و مراسم شادی ساز بزنه، یا اگر دستش می رسید توی رادیو یا مراکز اشراف و محافل اشراف که اونم دسترس هر کسی نبود، چون آقای رواقی می دونن، شما می دونین رادیو کم کم مافیایی برای خودش درست کرد و هر کسی راه نمی دادن تو یک کلونی. چرا بیگ جهانی تو رادیو نباید، تو رادیو ایران نباید ساز میزد؟ چرا خیلی یه دوره گویا میزدن، یه دوره میسیگی بودن تو رادیو تبریز، رادیو تبریز، بله، نه رادیو ایران، رادیو مرکزی، نه حالا بیجه خانی فقط، نه راه ندادن در تیر، بله همونجور در سرپرست ارکستر شماره یک در تبریز بود قریب 20 سال آقای بیجه خانی و اون فعالیت ها خیلی زیادی، متاسفانه تهران حالا عوامل البته مختلف وجود داره ها، بله خودتون میدونید اینا، حالا منظور من میخوام که اینو تفکیک بکنیم از این منظر که ما استعدادها و توانایی بسیاری در این حوزه مثل آقای بیگ جهانی داشتیم که به نظر من حیف شدن، حتی با اینکه الان جایگاه خوبی دارن، ولی به نظر من بیش از اینها جامعه و بدنی جامعه موسیقی میتونست از این استعدادها بهره بگیره. بله. و این مسائل باعث شد که اون استعدادها شکوفا نشه اونجوری که باید به نظر من. یه چیزی ولی خب این فرق گوش میده، یه موضوعی که الان هم آقای رواقی هم گفتن، اون اکسنت های زبانی هم خیلی مهمه در اجرای بیگ جهانی و همه موزیسین هایی که در هر حوزه ای اکسنت زبانی خاص خودشون و لهجه خودشون رو دارن. من این مثال الان میتونیم راجبش حرف بزنیم، ردیفی من در رونماییش هم دعوت داشتم آقای شکارچی عزیز، بزرگوار و پیشکسوت ما، ردیف برومند رو با کمانچه منتشر کردن و من چند بخش اونو شنیدم، کاملا مشخص یه لور داره ردیف برومند رو اجرا میکنه، کاملا مشخص از تکیه ها، از اکسنت ها، از کشش ها، همه اینا مشخص. نمیگم اشکال داره، این یه لهجه است، همون لهجه، همون اکسنت ها در ساز بیگ جهانی هم باعث جذاب شدنش شد به نظر من، همون تفاوت اون اکسنت ها و سرعت ها و اون تند و کند شدن هایی که متداول نبود در نوازندگی فارس زبان ها، به نظرم جذاب بود و به جذابیت و شنیده شدن بیشتر ساز بیگ جهانی کمک کرد. خوشبختانه دکتر دینای رواقی. بله، ما فکر کنم که جمع‌بندی کنیم و عرضم بزرگ، البته قصه سر دراز دارد، مطالب به نظرم خب پراکنده گفتیم البته، ولی خب مطالبی گفته شد که امیدوارم که از توشون آدمایی که گوش میدن، دوستان علاقمند، بتونن بهره کافی رو ببرن. من خودم در واقع خیلی طبقه بندی شده خیلی اصلا دوست ندارم صحبت کنم، چون بعضی نمیتونن، شاید حوصله نداشته باشن اصلا صحبت، ولی موضوع خود نوازندگی آقای بیگ جهانی که خیلی هم صحبت شده یه سری ویژگی ها داره، این هم در این برنامه میشه صحبت کرد، ولی فکر میکنم که من گفتنی ها رو گفتم در مورد
آقای بیگ جخانی، گرچه خیلی خیلی حکایت زیاد هست. بل یه نکته، حالا بذار من یه نکته بگم، چون هر دو بزرگوار راجع به مکتب در واقع نظرتون این بود که این مکتب ها رو قبول نداشتیم، ولی بزرگان ما نسل گذشته تر هم در مورد مکتب اصفهان صحبت میکنن و هم در مورد مکتب تبریز. مثلا مکتب اصفهان، حالا اسم مکتب رو میارن دقیقا، ولی شاید آوردن مکتب کار مشکل میکنه. مثلا ما از دو نوازنده بزرگ مثل استاد جلیل شهناز و استاد بیگچخانی، از دو نماینده دو تا مکتبی که در موردشون خیلی صحبت میشه، مکتب تبریز و مکتب اصفهان، این آیا اصلا مثلا تفاوتاشون که به هم به خاطر زبانشون، هم به خاطر تربیتی که شده بودن، هم به خاطر استادایی که داشتن، اینا شیوه است بیشتر دیگه، درسته؟ یعنی مکتب نمیشه گفت، ولی اصلا کلا قضیه مکتب، این که بزرگان چیزی گفتن چیزی به حل نمیکنه. یعنی آقای کسایی هم سالهای سال میگفت مکتب، بعد توی 10-15 سال آخر همشو پس گرفت. بله، من اینا عرض کنم وسط صحبتایی که شد. حالا ببینید، شما مکتب تار نوازی رو با مکتب موسیقی اینو ادغام نکنید. مکتب موسیقی فرق داره با مکتب تار. الان در مورد مکتب تار نوازی ما داریم صحبت میکنیم. مکتب تار میگیم که بخشی از اون مکتب موسیقی اگه باشه دیگه. البته آقای مهنیاد هست، یعنی آقای استاد کسایی چیز کردن پس گرفتن که کلمه مکتب دیگه به کار نبردن. در چند مصاحبه پس گرفتن و گفتن که من دیگه به مکتب اعتقاد ندارم. ببینید، میگم ما موسیقیمون از جهت همین صحبتایی که ما الان داریم میکنیم خیلی جوانه، خیلی جوانه. یعنی ما ساختار پژوهشی و آکادمیک، خیلی از این واژه ها ترجمه است. همون اول بحث گفتم طرف فرانسه درس خونده، خارج در یا انگلستان درس خونده، اونقدر یک واژه رو در واقع ترجمه کرده، اسکول رو کرده مکتب. بعد ما یه اشکال دیگه هم داریم، ما ایرانی هم میخواییم اون چیزی رو که دوست داریم تا جایی که میشه بزرگش کنیم. میدین دیگه، مثلا طرفداران آقای گلپا مثلا میگن سلطان، طرفداری آقای شجریان میگن خسرو، طرفداری اونیکی میگن شوالیه. یعنی ما همش میخواییم یک پدیده رو از این جامعیت و عام بودنش و در دسترس بودنش خارج کنیم، ببریم یه جایگاه فرازمینی بهش بدیم که دست کسی بهش نرسه. این تو حوزه‌های دیگه هم هست، فقط موسیقی نیست. ولی راجبش حرف میزنیم دیگه. یعنی حرف بزنیم ببینیم آیا مکتب اگر ترجمه اسکوله، خب تعریفش چیه و این تعریف آیا میشه جلیل شهناز رو صاحب یک مکتب، یا حتی اصفهان، تارنوازی اصفهان، اون لحن و شیوه رو که توی خیلی از کسای دیگه هم که جای دیگه هم هستن به عنوان یه مکتب اسم برد، آیا میشه یه نفر که مثلا با لهجه، حالا من یه مزاحی بکنم شاید بد نباشه، مثلا یه نفر حافظ رو با لهجه آذربایجانی بخونه، میشه به این گفت مکتب مثلا شعرخوانی تبریز؟ لهجه شه دیگه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این که نمیشه مکتب که. این به ناچار اکسنت ها و لهجه خودشو داره، تار هم که میزنه اکسنت ها و لهجه خودشو داره، کمانچه هم میزنه همینجا. بنابراین این واژه ها به نظرم باید بازشناسی بشه. شاید هم درست باشه، نمیدونم، راجبش حرف زده نشده، بحث نشده و یه جایی باید بحث بشه و ثبت بشه. بله، آیا واقع نکته هست؟ شما چرا اصرار داری که زود تمومش کنی؟ ولی من الان جزء که در واقع هنوز وقت داریم به نظر. دیره بذاریم یه شب دیگه. مهدی ها گفتن که بذاریم یه شب دیگه، 11 گفتن یه حرف. الان 11:30. نه بگو، ما خودمون منیو برنامه خوابیده. عزیزان هر کسی دوست داشتن رفتن خوابیدن. من یک میان مطلب هم اضافه کنم در مورد آقا مکتب تارنوازی. ما مکتب نداریم، همچون چیزایی وجود نداره. باید بحث بشه، درسته آقای مهدی هم میگن باید صحبت بشه. آخه اینجوری نیست که پژوهشگر داریم امروزه، ماشاءالله دانشگاه مختلف رشته های پژوهش هنر دارن، اینا باید برن، وظیفه ایناست اینا کنکاش کنن برن
ببینن من نوازنده یا آهنگساز آقای مرنیا هر کسی در توزیع تخصصی خودش باید کارشو انجام بده. ما متاسفانه اندازه کل زمان دوتا پهلوی کتاب چاپ شد در بعد از انقلاب، این همه کتاب چاپ شد ولی در زمینی پژوهش ها هیچ کاری نکردیم. اگه کردیم بیا بگیم. پژوهش های بزرگ ما رو خارجی ها کردن، اون از شاهنامه انگلیسیه، این از موسیقی ما آقای دورینگ و همه اینا رو خارجی ها کارامون انجام میدن و ما وایمیسی میگم. حالا در مورد مکتب هم میخوام صحبت کنیم، اینجوری نیست که من بگم نه اینجوری وجود نداره، هست. آقا مکتب اصفهان مستندات باید داشته باشه. ما گفتیم اگر مکتب مثل مکتب وزیری صحبتشه، مکتب وزیری که هم المان های خودمون توشه هم یه خورده هم حالا غربی بیشتره، اگه اونجوریه ببینید شما مثال بگم آذربایجان، موسیقی آذربایجان نگاه کنید، اینا یک تاریخی دارن، کنسرواتواری دارن، آقا چند نفر که اومده رفته کاری نداشته با موسیقی، حداقل تو 100 سال کاری نداشته، اونا کار خودشونو کردن، کنسرواتوارشون هم سر جای خودش بوده. ما توی 50 سال 60 نفر اومدن 60 حرف مختلف زدن، جمع کنی بذاری نباشه باشه نباشه، آقا چه مکتبی اینجا، چه مکتبی درست میتونه بشه؟ آخه باید یه چیزی، یه بستر مشخصی باشه، شما توی این پایه ها بیاید یه مکتبی هست بگی این مکتب درست شده. آن نمیشه که من ساز بزنم از خودم هم یه چیزایی از ویولون ویبرام اینا میزنیم خیلی خوشگل و اینا بگیم که مثلا خیلی خوبه عالی هن اینا شاهکارن، ما تا نمیتونیم بگیم اقای مدری سیستمی مکتب اینا همشون شیون درسته، ولی حالا آقای شهنازی مثلا صحبت میشه برای اینکه آقا نیست یه رپرتوار مشخص، یه نمیدونم یک تربیت شاگردان، ببین چقدر سرسلسله این آدم اومده پایین، از آقای لطفی، آقای علیزاده، آقای درخشانی، آقای فلان، یا مستقیم یا غیر مستقیم هممون وصلی، حتی خود آقای بیگجخانی میگم 70% قطعات آقای شهنازی رو میزد، از خودش بهتر میزد، از خودش شیرین تر میزد، نه بهتر، واجه درست. حالا بحث مکتب یه بحث مفصلی است و باید این صحبت بشه، پژوهش بشه، برن پژوهش کنن این داستانا بکن. حالا من میگم مکتب موسیقی ما یه چیز واحدی داریم، با اون اتفاق داریم، ولی در مورد تار نوازی و اینا هر کسی سلیقه‌ای داره، هر داره بگه که من به مکتب اینجوری ساختم، بله اینا لحنای مختلف تاثیر داره، اصفهانی همونجوری که حرف میزنن سازم همونجوری میزنن، چه در ویولون چه در تارشون چه در حالت های صدا، تاثیر زبان هم هستش که گفته شد. یه نکته میخواستم بگم اینی که آقای بیجخانی فقط یادمون باشه در بند تارزن ها در تبریز و موزیسین های دیگر کمانچه کشا و فلان در تبریز بوده، شاید یه مقدار جامعه تر به این فکر کرد که چون بنیانش یه طرفش ببینید موسیقی تبریز، موسیقی آذربایجان، کلن منطقه آذربایجان، آذربایجان خوب، ایران، عهدنامه ترکیه، من چای کاری ندارم اونجا هم اینجا بوده، کاری ندارم ایران، ولی از تاریخی که جدا شد از ایران ما پل شدیم، بین پل ارتباطی بین موسیقی آذربایجانی که مستقل شد و موسیقی ایرانی، یعنی منطقه آذربایجان خودمون تونست ریشه های فرهنگی عناصر خود موسیقی ایرانی رو داشته باشه، اینجوری محکم تکنیکو از آذربایجان داشت. از این ور شما یه مثالی هم بگم، آقای بیگجخانی میگفتن آقای شاکی هم میشه میگه، میگه که اونایی که میان ترکی میخوان بزنن سوریکوران قشنگه، همینجوری میگه، سوریکوران وقتی حذف شده اصلا موسیقی انگار نیست، نمک نداره، سوری کورونو بعدم به عنوان میکنه موسیقی محلی، همیشه میگفت موسیقی آذربایجانی، میگفت محلی، اونوریو میگفت محلی، میگفت ارکستر محلی، یعنی ایرانی، آقا میگفت سوری کورون گاراگیلا زده، قطعی معروفی است در آذربایجان، میگه
قطعات فولکلور خود آذربایجان، خود مال منطقه تبریز زده با سوری کران همش. یعنی ما خواهم بگم این پله و به تکیه بر مکتب موسیقی آذربایجان شما یه مقداری میتونی بگی که آقا این یه مقدار این صحبت هست که جامعیتی میخوام اینو بگم داره موسیقی آذربایجان ایران، یعنی خودمون اینجا، اونجا که آذربایجان نبود، حالا این بحثش جداست، ولی اسم گذاشتن. موضوع این که ما در موسیقی منطقه خودمون یه مقدار میخوام بگم استقلال بیشتری داشتیم. نمیخوام هی با احتیاط بگم مکتب هست، مکتب شاید باشه، اونم باید پژوهش بشه، چنان که اومدن صحبت کردن که آقا در اون منطقه، در اون منطقه ما مکتب هستم موسیقی تبریز، موسیقی اون منطقه، حالا تبریز که از عرض میکنم چون مرکز بوده عرض میکنم، همه اون منطقه در دمیر آذربایجان، در اصفهان هم یه همچون پژوهشی بشه. فارس که مشخص بوده از قدیم، یعنی شیر فارس، فارس مکتب بزرگ بوده در آواز، در ادب، چطور در ادبیات ایشون گفت، در آقای مهدیان ادبیات داریم، چطور در نقاشی داریم، در تمام دنیا شما نگاه کن، آقا این امپرسیونیست، اون یکی نمیدونم کوبیسمه، این یکی اومد سورئال، اون یکی هر کدوم یک مشخصه ای دارن، همه هم آقا اینا رو آقا پذیرفتن. چرا؟ برای اینکه بسترش هم فراهم بوده، کار شده، آدم اومده، صاحب داشته، میدونی؟ ما هی تغییر اینجوری داشته. من توی پرانتز این کامنت ها که بازه، هم یکی ما جواب نمیدیم به خیلی از مسائل، شاید تو تفاهم ایجاد کنه، یکی من چهره آقای رواقی رو نمیبینم. الان پاک کردم. دلیلش این بود که گفتم شاید یه نکته‌ای کسی باشه، چون من می‌بینم، من نکات اینا رو می‌بینم که اگه کسی نکته‌ای داشت مطرح کنم. یعنی خطاب به شما هم اگه بود، بیشتر تعارف بود چیزایی که گفتم، لطف داشتن. و نکته راجع به تکنیک و توانایی، چون یه چند بارم صحبت تو صحبت‌های رواقی هم بود، توی بیوگرافیشون هم هست که آقای بیان منو نمی‌دونم تصویر من نه 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 اون موقعی چیز بود، تصویر شما بود، کامنتار تصویر شد. راجب این نکته که استاد آیمنی شما جواب بدیم، برای اینکه ممکنه آقای رواقی به خاطر در واقع علاقه، حتی هممون علاقه داریم، شما هم علاقه داری، ولی علاقه ویژه همراه با در واقع ملیت هم هست که بازم هممونه هست، در موردش که آثار بزرگان رو در واقع آثاری که از دیگران میزد، از استاد شهنازی و دیگران میزد، از خودشون بهتر میزد، اینقدر خوب بود. شما این نکته رو قبول داری یا اینکه یک اغراقی داره؟ حالا یواش یواش یکمی نزدیکتر شیم به شیوا و بیان و نوازندگی، موضوع شاید جالبی باشه برای مخاطبین هم. چند تا موضوع پدیده‌های جدیدی هست، یعنی در موسیقی، یکی ناکوکی، یعنی مثلا ما در ساز قدما ناکوکی، یعنی توی شهنازی و چه میدونم عبدالحسین و بیجخانی و نید، اصلا ناکوکی شما نمیشنید. یکی آریتمی، یعنی موضوع ریتم اینقدر موضوع حل شد، این به خاطر تمرین، به خاطر همین که جای درستی این آدم قرار گرفت، یعنی عاشق موسیقی بوده، رفته موسیقی کار کرده و بی ربط نبود. این که ما در مورد مثلا آقای بیجخانی یک سری امتیازات رو به کار ببریم، باید ببینیم در هم نسل‌های ایشون این چیزا نبوده یا توی ایشون چقدر قوی بود. من اینو قبول دارم که در نوازندگی بیجخانی تزئینات بسیار بسیار پررنگ، یعنی شاید عبارت دوست عزیز ما جاش خیلی توی بحث امشب ما خالیه داوود آزاد و کاش بودن، ایشون خیلی زحمت کشیدن روی کارهای آقای بیجخانی. این نکته رو آقای آزاد یه جایی نوشتن که هر نوت حتی اگه اغراق نکنیم یک زینت همراه خودش داره در ساز بیجخانی، و این به نظر من این همون حد وسط قرار گرفتن بین موسیقی منطقه فارس و آذربایجانه، چون
آذربایجانی‌ها تزیین خیلی تو نوازندگیشون نقش بازی میکنن. دلیلش هرچی هست کاری باهاش نداریم. موضوع اینه که ساز ویژه‌خوانی هر نوت یک زینت، حداقل یه زینت داره. بعضی وقتا یه نوت دو تا سه تا زینت روش سوار میشه. اینه و... از موسیقی آذریه دقیقاً. از موسیقی چون من برداشت خودم رو نمیگم که چرا، ولی از موسیقی آذربایجان این ملهم شده که شما تارنوازای آذربایجان هم ببینید مرتب در حال پنجه‌کاری و اجرای تزیناتن روی هر نوت. حالا اینجا یک دوراهی ایجاد میشه. ما روایت مستند داریم از آقا حسین قلی که میگه کسایی که پنجه‌کاری زیاد میکنن مضراب ندارن. اینم حالا از اینجا داستان شروع میشه. من صحبت میرزا حسین قلی رو، یه سری دوستان اینجا از لطفی روایت میکنن که دوستانی که کامنت گذاشته بودن که لطفی میگفت مکتب نام. ببینید من فکر نمیکنم دیگه الان کسی بیشتر از من به لطفی ارادت داشته باشه یا شاگردیشو کرده باشه یا ارتباط داشته باشه اون دوره‌ای که زنده بود یادش گرام. لطفاً این چیزا رو، این پیام‌ها رو از طرف اینکه فلانی گفت، اون گفت، این گفت، من همین الان همین گفته میرزا حسین قلی بزرگ رو هم نقض می‌کنم که لزوماً اینجوری نیست. لزوماً اینجوری نیست که هر نوازنده‌ای که مضراب نداره پنجه‌کاری می‌کنه. این برمیگرده به همون چیزی، دو بخشی که من ساختم یه دوره. نوازنده‌های الیت مرجع، آره تو نوازنده‌های الیت مرجع موضوع مطالب و رپرتوار و محتوا بیشتر اهمیت داشت. اینکه حالا این بار دستگاه شور رو با چه پیچیدگی هایی بنوازه، مخاطبش هم 10 نفر موسیقی شناس و شاعر و آدمای طبقه الیت بودن، نه مردم عادی. حالا مخاطب بیگ جخانی و عبدالحسین شهرنازی و امثال اینا و حتی نیداوود که نه، مخاطب عامتریه و این مخاطب عامتر رپرتوار نمیشناسه. دستگاه شور یا راس پنجگاه یا ماهور به معنی کلی نمیشناسه که حالا بفهمه اینجا نوازنده این بار با مثلا دلکش ماهور چه کرد. حالا اینجاست که مفهوم فرم و مدل اجرا میاد وسط که شما علاوه بر اینکه این محتوا رو اجرا میکنید به چه نحو اجرا بکنید. و بیجخانی یکی از کسایی که توی اون نهله قرار داره، محتوا رو از اون نوازنده ها و هنرمنده های موسیقی مرجع الیت میگیره، خودش تعریف میکنه. ببین حد توانایی هوش و گوش قوی بیگ جخانی رو، میرفته پشت یه قهوه خونه که صفا پخش میشده میستاده گوش میداده، میدویده خونه هرچی یادش بوده میزده. خیلیه، یعنی یه قطعه که یک بار توی قهوه خونه داشته پخش میشده، این از اونجا تا خونه میرفته تا رو بر میداشته کوک میکرده و اون قطعه رو تا جایی که یادش بوده میزده. و اما حالا این قطعه رو میخواد به مخاطب عام تحویل بده، مخاطبی که بشینه پای سازش و از سازش لذت بداره. روایت های رقابت های اینا تو عروسی ها اتفاید آقای رواقی هم شنیدن، رقابت داشتن با هم که چقدر بتونن مخاطب رو به شعف و وجد در بیارن و چقدر شاباش جمع. بنابراین موضوع مخاطب خیلی موضوع جدیه. اینجا فرق میکنه، گم شد دیگه این موضوع مخاطب مرزها رو. امین اساتید عزیز خیلی متفاوته با رادیویی که شما تضمین شده بدونی که از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 2 یا چه میدونم 9 شب تا 9:30 شب تو هر چی بزنی اون مخاطب بیچاره تو خونش ناچار گوش بده و هیچ ریاکشنی هم نمیتونه داشته باشه. اصلا نه پلی هست برای اینکه بگه آقا من حوصله‌ام سر رفت، خسته شدم. آخه چقدر این ضرب شیشتایی کند حوصله سر بر، این ریاکشن هم نمیتونه. ریتمای لنگ اومده، ریتمای لنگ، من لنگ نمیدونم وارد موسیقی کجای موسیقی. یه نکته بگم، حرفم تمام نشد. بفهم هر وقت چه خودم میرم عقب باش سعیم میکنم که زیاد چیز نکنم. حالا این پل ارتباطی که آقای رواقی در مورد آذربایجان گفتن و کاملا درسته و به نظر من در موسیقی ایران، موسیقی ردیف دستگاهی نزدیکترین یا نه اصلا
خود اون موسیقی، بخشی از این موسیقی، این دوتا موسیقی در واقع یکی هن، توی مناطق دیگه هم کمابیش همچین نقشایی وجود داره، منتها خیلی کمرنگتر از موسیقی آذربایجان. اولا گستردگی موسیقی آذربایجان به همون اندازه موسیقی ردیف دستگاهی شهری ما، این فرق میکنه با مثلا موسیقی گیلان، که اگه کلش رو جمع کنیم از جهت تنوع فواصل موسیقی حداقل نمیرسه به این موسیقی ها. یا خراسان که اصلا مدلش فرق میکنه، سیستان و بلوچستان که خیلی مدلش متفاوته، بوشهر و امثال اونا که بخشی ملهم از موسیقی افریقایی و اینان. بنابراین موسیقی آذربایجان ایران همینجوری که آقای رواقی به درستی گفتن، موسیقی ایرانی با تمبر و رنگ و لهجه آذربایجانی و استفاده از یه فیگورها و زینتها و تزئیناتی که در موسیقی آذربایجان جریان داره و این کیفیتش رو بارز میکنه. یعنی این میشه ساز بیگجخانی یک دفعه مثل یک خورشید متبلور میشه. محتوا از این موسیقی بسیار بسیار پرمحتوای شهری ایرانیه با زینتها و جذابیتهای فرمی که موسیقی آذربایجان دیگه، همه چیز کامل میشه و میشه ساز امثال بیگجخانی. مرسی آقای رواقی. بله، یه نکته فقط می‌خواستم بگم که استاد بیجخانی سال 63 که 61 و 23 اینا که با گروه چاووش و با استاد شجریان اینا در بجز اون سال 54 و 55 که توی فرهنگ جشن هنر شیراز خیلی گل میکنن، بعد از اون در واقع درگیر، فکر کنم درگیر مافیای رادیو و مافیای تهران بودن انگار، شاید برای اینکه سال 63 که برای اونا نبودن، اون بزرگان نبودن، گل میکنن، یعنی مجالی پیدا میکنن که با استاد شجریان کار کنه و با استاد مشکاتیان اینا، یه دفعه همه میبینن که چه گوهر گرانقدری کمتر بهش توجه شده. ولی اینگار مافیا خیلی قوی بوده در تهران که به همه راه نمیدادن، چه بسا نوازنده های دیگری در حالا شهرستان های دیگر بودن که این مجال رو هیچ وقت پیدا نکردن که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته براشون که مثلا بیشتر شنیده شن. شما در واقع در ارتباط با این سالهای آخر در واقع زندگیشون آقای رواقی اطلاعاتی داریم و یک نکته دیگه که وجود داره راجع به یه سری کارهایی که در محفلهایی زدن و حتی ضبط هم کردن میگن، ولی اونا نیست، دست کسایی که آرشیو کردن و نگه داشتن و پخشش نمیکنن. چیزی در این مورد میدونی؟ و در مورد سالهای آخر زندگیشون؟ سالهای آخر زندگیشون بعد از سال 63 که آقای شجریان آقای مشکاتیان آمدن، اون کار بسیار بسیار عالی در اومد با نام بیداد، بعد عملا برگشتن تبریز، دیگه کاری نبود و یه روایت هایی رو شما میتونید توی رسانه ها شاید ببینید، سرچ جوری ساده بکنید ببینید که چند نفر رفتن مصاحبه کردن در اواخر عمرشون. در سال یک سال اگر خطا نکنم قبل از فوتشون، آقای شاید بگیم استاد بگیمشون واقعا بهتر، اکبر شیدی در تبریز رفتن باشون مصاحبه کردن و با یکی از دوستان که البته اسمشون خاطرم نیست که تهیه کننده این کتاب بودن، خیلی خصوصی رفتن تو خونه شون و نمیدونم دیدن فیلم نه صحبت کردن. استاد میدونی دیگه قدیمی ها اینجوری بودن دیگه، یک سری سطحی داشتن، یه متانتی تو ذاتشون بود، حرف نمیزدن. من گریم گرفت دیدم این صحنه رو که آقای شکویی بودن باشون مصاحبه میکنن، با دست زخمی چسب زخم خورده دستشون، حالا چیز شده تارم زدن و اینا. بعد یک خونه محقر با آبرو البته زندگی کرد این مرد. ولی شما بعد از خب جریاناتی که پیش آمد و هنرمندا به هر حال یک مسئولیتی برای کار ببینید به کجا کشیده شد. آقای بیگجخانی واقعا ناآلام بود، شاید یه سری چیزایی نمیشه گفت،
و ما میدونیم که میدونن، البته اونایی که باید بدونن، یعنی وقتی بازگو بکنیم احساس میکنیم خودمون، انگار برای خودمون، میدونیم متوجه به خودمون، نه اینکه از ارج قربون مرد کاسته بشه. فوق العاده شرایط بدی حاکم بود این عزیزان، حتی من میگم که اصلا بد بود، شاید واقعا عزیزان تعجب کنن که چطوری دعوا ما برده. یه آدمی که سالها ساز زده، به هر حال امرار معاشش از این طریق بود، آقا بیکار شده، هیچ ممر درآمدی نداشته، ولی با متانت به چیز گذران زندگیشون شد آخری ها. ولی حتی یه تلاش های عزیزان کردن بعد از اوائل دهه‌ی 60 که ببرن یه جایی مشغول بشن، یه جایی دولتینا، که روایت خیلی جالب و شیرین میشه که نشد. چون ایشون هر جا میرفتن ازش میپرسیدن آقا حاج آقا چی کارت چیه؟ من تار میزنم. خیلی راحت میپرسید. و اون مصاحبه رو من توصیه میکنم دوستان عزیزم، من تو کانالم هم گذاشتم و یه مصاحبه 25 دقیقه‌ای است. بهمن بوستان خونه جواد آذر. نه اون 54. با آقای بهمن بوستان، با زندیات بهمن بوستان مصاحبه کردم باشون. اون سال 54 هست در مرکز حفظ شاهی موسیقی، آقای فرنام و آقای درسته؟ یا بعد از اون دوباره مصاحبه داره؟ سال 62 یا 63 خونه جواد آذر تهران که لطفی هم هست. افتخاری هم یه آواز اصفهان میخونه بیگ جهانی، بعد یه گفتگوی مفصلی هم. اون 54 شنیدید؟ بهمن بوستان 54؟ نه اون هم جا آقای فرنام هست تو مرکز حفظ شاهی به دعوت آقای برومند اومدن دیگه، آقای صفت مست کردن، مدتی اونجا بودن دیگه. اونجا وارد اتاق چه ابواتایی میزنن و آقای بوستان 25 دقیقه صحبت میکنه. من اونو دارم. و اینکه آخرین مصاحبه شون به صورت تصویریه، یک فیلم مستند آپارات سال خطا نکنم 65 یا 64 که در منزل ایشون آقای شکوری رفتن، اکبر شکوری رفتن و مصاحبه گرفتن ازشون و خیلی سر و شکل خوبی داره فیلم، از روی آپارات تبدیل کردن اینو. اون آخرین صحبتای اون افشاری بود، همون یکی سازم میزنه افشاری میزنه رو زمین نشسته. بله بله همون. بله. اگر تنها شاگرد داشتن، یک شاگرد مستقیم همون آقایی که مصاحبه میکنه، آقای شکویی، خدا حفظش میکنه، ایشون هستن. و دیگه بعد از اون دیگه سالش از پیشی هم که بله مرسی. خیلی دوستان راجع به ماجرای پولشو نداده بودن و اینا خیلی صحبت میکنن، دوستان چند نفر نوشتن، ما در این مورد صحبت نمیکنیم. من با استاد آذرسینا صحبت کردم راجع به این قضیه که گویی از طرف استاد بیگ جهانی آقای آذرسینا در واقع چیز شده بودن، از طرف استاد شجریان و آقای زندیات بهمن بوستان که صحبت کردن و یه سری مسائل پیش اومده حل کردن، یه سری مسائل پیش اومده، ولی در این مورد حرف نزنیم چون خیلی در موردش صحبت کردن. این گفتگو رو میاره پایین. بله من نه مثلا با چیز شخصی خیلی چیز بود، حالا من اون که گذشت و یک نکته می‌خواستم بگم. آقای رواقی شما به حال دوستایی که اینجا هستن شما میدونیم که سبک استاد شیوه ای استاد کار کردین، استاد بیچخانی، امکانش هست که یه دست به تارم بشین یه قطعه از کارایشون رو برامون بزنین یا نه؟ آقای مهرنیا اگر هر کدوم که در واقع چون شما در واقع اون سبک رو کار کردین اگر تار باشه یک قطعه به یاد، چون امشب سالگرد در گذشتشون هست، 34 سالگرد در گذشت استاد بیگ جهانی هست که روشون شاد بشه. ایشون شاگرد استاد شاگرد اقبال آذر بودن ولی یاد نگرفته بودن ازشون که سنشون هم مثل استاد اقبال آذر بود، اگر بود تا حالا زنده بودن. اگر من روم شیوه یه مدتی خب دوست داوود آزاد بودم و ازش استفاده میکردم اینا، ولی
بهتره که آقای رواقی بزنن. شما بفرمایید بزنید. اصلا از اون جهت که من کلی راجع به اکسنت و این چیزا صحبت کردم و موضوع زبان و اکسنت زبانی و قطعا شما خیلی نزدیکتر خواهید بود، اما بعد یه اشاره‌ای به این که راجع به اون تزئیناتی که راجع بهش حرف زدیم که بعد تو قضیه های رواقی هم حتما هست، من در حد چند ثانیه اون تزئینات رو فقط نشون میدم بعد ساز آقای رواقی رو میشنم. بله بفرمایید. خب دوستان، من الان تا دوستان بیان، آقای بیات اگر حضور داریم ما بعد از این دایو سیف کردیم یه صحبت های شما رو هم بشنویم بعدش، اگر حضور داریم آمادگی داشتیم فکر کنم دو نفره میتونیم باشیم. بازم میگم من قطعه ای نمیزنم که آقای رواقی قطعه کامل رو زنن. قد شدن آقای رواقی؟ بله قد شدن، حالا دوباره میان دیگه. بله بفرمایید شما بزنید که اتفاقا حالا اینجوری به بیشتر میبینید. ساز من میخواستم دست چپم پیدا باشه که میگم فقط منظورم مثال از اون تزیینات زیادی که توی اون مدل نوازندگی هست. مثلا میگن نوتی بدون زینت نیست، هیچ نوتی. میگفتن هیچ نوتی رو همینجوری رها نمیکرد. در مصاحبه که آقای بوستان انجام دادن، اینو بگم ساز آقای چیز به درستی اشاره کردم، یه نکته خیلی جالبی بود. این مرد هوشمندانه یه سوال های پستی بوده داشت. سال 54 اینم بگم جالب برای شنانده. میپرسد که استاد شما اولین درسی که گرفتی آیا یادته؟ بعد آقای بیچه خانی خود فکر میکنه بله یادمه، یک ترانه ترکی قدیمی است و تبریزه محلی تبریز، اونو شروع میکنه زدن. میگه که خب نه اینجوری نه، مخملی میزنه چجور ادم آدم کیف میکنه. خیلی هم سوال بود دیگه، سال 54 واقعا قریب نزدیک 60 سالش نشده بود استاد. بعد میگه نه آقای دوستان گیر میده، میگه که نه میخوام که اون جلسه که اونجوری ساز زدی جلسه اول اونجوری بزنی. و آقای بیکچفانی به سادگی تکنوت های سیاه فقط اینجوری شروع کرد زدن، به قدری با کیفیت بلوری نوت ها که تحت تاثیر قرار میده آدم ها. و جالب میگه که یه خب اینجا ما یه چیزی یه فهمیدیم، متوجه شدیم که شما هیچ وقت نمیتونید بد بزنی. یعنی میگه که شو آدمی که عادت کرده به خوب زدن، این نکته بزرگیه، هر چقدر بد بزنی نمیتونه بد. حالا نکته جالبتر آقای رواقی، اون مصاحبه‌ای که اون اجرایی که توی چیز داره خونه جواد آذر، خودش میگه من چند سال ساز نزدم، از گوشیای سازم نمیدونم چی اصلا قرچ و قروچ شروع میکنه به زدن، یه قطعه لزگی شروع میکنه بعد همونو تندش. یعنی آدمی که چند سال ساز نزده انقدر هنوز پنجه و مضراب راست، انقدر راحت که. و یه نکته که اشاره بهش کردم موضوع کوک، مثلا ساز ناکوک شما از این آدم نمیشنوید، ریتم افتادن وجود نداشته. و البته اینم میخواستم بگم در یک جمله که البته که مرجعی که این آدم بهشون اقتدا میکنه، مثلا شما فکر کنین یحیی زرپنجه کسی بوده که صفحاش منتشر میشده،
چه میدونم نیداوود و اینا توی سرعت و کیفیت میزنن. که اونا که به کنار که خب تحت تاثیر آقای شهرنزی و زرپنجه مخصوصا بوده، ببینید اگر ما از میرزا حسین قلی پدر ایشون اگر چیزی داشتیم، یا عموشون یا شاگردشون آقای آذر اگر داشتیم، ببینید اونا چی میزدن واقعا. ساز عجیب غریبی اونا میزدن. متاسفانه خب تکنولوژی اون زمانم نبوده، ما خیلی از اساتید هیچی نداریم، واقعا ما چیزی نداریم. شما حساب کن چه خواننده هایی چه نوازنده هایی داشتیم، از رامشگر چیزی داریم مگه؟ محمود فرنام باش ساز زده، با سمایی اومده بوده تبلیغ ساز زده، از سمایی چیزی هست، یه چیز کوچولو از صفحه سنگی هستن. اینا نوازنده های خیلی خوب، منظور که اینا ببینید شده اون سلسله اومده، اینا همش از خودش هم هست آقا. مثل استاد شجریان، همه بود، همه در خود شجریان جمع شده، خودش بود آخرش. من رو میتونستی پیدا کنید بیگجی خانی هم به نظرم اینجوری بود واقعا. در مورد مسائل تکنیکی آقای مهرنیا اشاره کردن، امیدوارم یه بستری فراهم بشه یه روزی من اینجا، یا یه بستری دیگه فراهم بشه در مورد مسائل تکنیکی ما بتونیم بیشتر، چون سه چیز هست ناگفته است، هنوز گفته نشده تو دست استاد داوود آزاد که خب کاش بودن صحبت میکردن مینوختن. اما آقای مهرنیا گفت آزاد صحبت کردم پنج شب هم قرار گفت که پسر خالهشون این گویا کرونا گرفتن و درگیر اون هیچ قرار بود چون باشن، ولی گفتن پسر خاله اینجور شده چارمزراب رو زدن گذاشتن رو صفحه شو شنیدم زدن چارمزراب زدن از استاد بودن رو صفحه شون، باعث خوشحالی بود. در حسن خیلی ممنون آقای مهرنیا. آقا شما قرار شد ساز بزنید ما یادم نرفت و... شب دیر وقت نه بابا یه چند تا نوت رو برای توضیح ساز زدن شما زدم، تمنا میکنم نه شما سوره نگفتیم بزنیم که تاره تاره که ملایم خوابشون عمیق‌تر میشه. حتما بزنین آقای روابی. دیدم من اون چیزی که اشاره کردم فقط برای این بود که دوستان هنرجو احیانا توجه بیشتری به دست چپ و مزراب آقای رواقی بکنه. من هم یه مدتی که ستار بیشتر میزنم اینجا. بخشاری امروز زیاد شکران برای اصفهان روایت لا اختار استاد بزنیم به روایت ایشون یا به مقدار داخل Thank you.
بسیار زیبا، خیلی ممنون. دیگه ما این حسن ختام رو، حسن ختام در نظر، من باید کامنت های یه دقیقه باز کنم ببینم کسی پشت خط. خیلی خیلی نزدیک و تمیز و شسته رفته و با همه اون ویژگی ها. آدم زنه و دوست داره غرق میشه و من هی خب یه مقدارم واقعا من همیشه جمله بندی ها و قطعات آقای بیرج خانی رو میزنم، شاید بگم منقلب میشم، منقلب میشم، برای اینکه وقتی زندگی این آدم رو ما چون از نزدیک دیدیم، حس کردیم، شنیدیم گفته ها رو، آقای شایسته فر مرحوم، بزرگانی در تبریز بودن که خیلی هشونه بودن باقی بیجی خانی، اینه که این قطعات انگار مثل فیلم زندگیش میاد روی چشمون و اون حالت ها رو، اون تمام این زندگی بزن درونی، اون حالی که ساختشون داشت، واقعا یه تأثیر عمیقی هم چی میذاره. شکل عجیبی من حرف زدن بیجی خانی رو که میشنوم بغض میکنم، یه بغضی که پر از غصه و غمه و بیشتر غصه و غمی که ناشی از افسوسه. این آدم چقدر مورد غفلت قرار گرفت، چقدر آسیب دید، چقدر مورد بیمهری واقع شد، ولی همچنان صبور و آرام و بدون توقع، بدون اینکه طلبکار باشه از دنیا. ما هنرمند داریم که سالها حکومت کردن به موسیقی یا حالا عرصه‌ای دیگه، مثلا 10 سال 5 سال نتونستن کار کنن، از دنیا عالم و آدم طلب کنن. مثلا بیجی خانی رو میبینی اصلا هم انگار هیچ شکایتی انگار نداره. یک اینم خاتمه من بگم، کلام خودم که خاتمه خودم، یک کتابی چند وقت پیش دوستی برای من معرفی کرد، نام ون، ترجمه ون کی، از آقای دانیل پینک، کتاب معروفی است، اینجا هم ترجمه شده اینا، کی معمولی، آقا کی، مفهومش همینه، اصلا شروع داستانش اینکه آقا داستان کشتی که در جنگ جهانی دوم میاد و در اثر یه خطایی که ناشی از زمان بوده، یعنی در زمان، همون چیزی که میگیم در زمان نامناسب در مکان نامناسب قرار گرفته و موجب یه فاجعه میشه، و موضوع اینی که آدمهایی رو میگه که در زمانی شاید یک روز، شاید یک ماه، یک سال، اگر زودتر به دنیا میومدن یا دیرتر به دنیا میومدن، یک اتفاقاتی نمیافتاد توی، و اینا رو گره میزنه به مسئله که ما همیشه میگیم شانس. شما ببینید یه دهه بعد، یک دهه بعد، بعد از تولد آقای بیجی خانی، مثلا نسلی که اومد اصلا متفاوت شد، یعنی یه دهه قبلشون اصلا نخورد به یه سری ماجراها. اینه که یه مقدارم این موضوع است و کتاب خیلی جالبی هست، امیدوارم دوستان پیدا کنن بخونن، اینجا هم ترجمه شده. موضوع ها میگم به همین راحتی نیست دیگه، این دردهایی که بعضیا میکشن در زندگی در طول یه سری اتفاقات در اون با اونا مصادف میشه زندگیشون. من فکر میکنم که اگر آقای فرنام نزدیک نبود به بیجی خانی، فرنام آدم سر و زبوندار و زرنگ و یعنی یه آدم بسیار روابط عمومی، اگر فرنام نبود شاید همین اتفاقا برای بیجی خانی شاید نمیافتاد. بیجی خانی چیز بود، آقای فرنام بله هم بزرگ بود، حکم پدرشون بود، واقعا سن و سالن هم خیلی تفاوت سنی داشتن، و همونطور که میدونید آقای فرنام با دلکش ساز زده بود، با کیا، ازم با کیا که آدم باورش نمیشه که از تبریز پشت اومده تهران، همه اینا رو دیده بود، همه خواننده ها اکثرشون. یه نکته ای که الان میشه از یه برنامه مجزا در موردش صحبت کرد، پرفورمنس استاد محمود فرنام روی صحنه‌اش، یعنی بشکن زدنش دل آدمو میبره واقعا، اینقدر پرفورمنسش خوبه، و فکر کنم اونم واسه یه ویژه برنامه برای آقای فرنام بود برگزار کنیم و راجع به این قضیه حرف بزنیم و نقشش توی
در واقع دیدنی تر شدن اون کنسرتی که مثلا برگزار کردن یا برنامه‌ای که گذاشتن، چیزایی که خالیه و خیلی از بزرگان موسیقی از جمله همین بزرگواری که کنار شماست معمولا در موردش موضع داشتن، ولی فکر کنم الان دیگه این قضیه که واقعا آرتیست روی صحنه اگه پرفورمنس داشته باشه حرکاتش جذاب در باشه. متاسفانه آقای نصیری همچنان اون نظرات وجود داره، همچنان نگاه‌های دوگ. منم حالا آخرین جمله‌مو بگم و من دیگه به نظرم تمام کنیم، دوستانم میخوان بخوابن. من همچنان اون جمله‌ای که مال خودم نیست، یه فیلسوف فرنگی که هنر از دالان لذت میگذره،